اصلاً توقع نداشتم. اگر دستگاه همزن دارید که حتما برید سراغش. منم دارم و استفاده نمی کنم. نمیدونم چرا. طرف بالا. نمیدونم چرا دلیلش هم خودم آموزش آشنایی باشم. به نام خدا برو بریم. با چه حالی میده باز بردنه باز کردن. اولین بار دارم این کار رو میکنم. چه حس خوبی داره. میدونم این چسب خیلی باحاله. پیتزا تو الان 20 باره و بیچارم میکرد منو. خب بچه ها یه حالا اینم آویزون شد این چی روز کرد ما سر خوشا بست لست لست پاستا رو خب مسلما زیاد خوردید تو رستوران، تو خونه، ویدیو زیاد دیدید داشت. ولی امروز میخوام یه حرکت خیلی خاص بزنم و اینه که میخوام خود پاستا رو، یعنی اون پاستای یعنی ماکارونی پاستا رو به زبان شیرین فارس، سلیس فارسی اینجور بگم که بفهمید. خود اون ماکارونی پاستا رو تا حالا خودتون درست کردید؟ منم نکردم حقیقتا. کلی ویدیو یوتیوب دیدم، یاد گرفتم و خواستم امتحانش کنم. خیلی هیجان دارم. بیایید بریم یه خرید ریز بزنیم ببینیم میتونیم یه پاستا از صفر تا صدش رو خودمون درست کنیم. همراهم باشید. یکی از موضوعی هایی که هست پاستا که میخوام درست کنم پاستا شلوغی نیست کلا. برای اینکه همه پاستا رو بفهمیم باز هم مثل پیتزا که بهتون گفتم شلوغش بکنید، میخوام پاستا ساده درست بکنم و خب اکثر هم توی خود پاستا است. یکی از چیزایی که دوست دارم پاستا که دوست دارم با گوجه گیلاسیه، ولی گوجه گیلاسیاش خیلی سبزه. اون چیزی که میخوام اینا بعد این شاید بیام بوینا، ولی اونا خیلی سبزه. اینا قشنگه، اینا قشنگه. بیرم باید صفر کنم. حالا بریم اگه چیز نبود من پاستای چیز درست میکنم، پاستای گوجه گیلاسی. اینچه خوشگله. خب یکی از چیزای مهمی که داریم تخم مرغه، ولی من معمولا تخم مرغ و ارزونش رو بر نمیدارم چون یه خورده تمش مهمه. یه سری از اینا بودن هالکینگ، یعنی یه سری از این مرغای آزادن. اینا فرایلندن. اینا که باقای آزادن. اینا بودن هالکینگ. اینا که فکر میکنم نمیدونم بزنم کنونش هر از اون تره در بیو آیف آف خایلند حالتون. این اونایی که آزادن دو چیزن، یه مثلا 40 سنت گرون تر از اینه، یعنی 30 سنت گرون ترن، ولی خب خیلی به نظرم فرقشه نیستن. اینا بهترن چون که راحت میچرخن و خوشحال ترن به قولی. شاید رنگش متفاوته ولی فکر میکنم اونقدر تخم مرغ بخوایم مثلا همین تخم مرغ کم برمیدارم ولی خوبش رو برمیدارم. چیزا که آلدینیا رو همیشه یه موقعی سورپرایز می‌کنم. وسط بزن گلدون و مایتاب یو اس یو پی بورد گذاشته. اونورم مایه لباسشوییه. چه بطری خوشگلیه. بطری این اصلا چیه؟ فلفل. آن برای چیزه؟ نمک فلفل این برقی هاست که میزنید. چه خوش رنگ اینش. چاله بود این چیه؟ بعد آیمون. اون که چیزه؟ آها. فکر کردم چه ماشینی، حالا نگو چیزه، نگو مال این فرچه مستراه ایناست. چمچه رنگ لاکچری داشت گفتم بابا الان چی هست تو چمو چمو داشت. ولی آره SUV بود داشتم 175 داشتم، خیلی خوب میام. موقع که من میگرفتم زیر 300-400 نبود. و باز هم اون موقع استثنایی شاف شمس که موقع که دیگه چیز خرید نداری، تو توی خرید نداری، یه دونه این باکس های خالی رو برمیدارید خیلی راحت این تو میچین. بریم آرد برداریم. خب با توجه به رسیپی که من دیدم و یاد گرفتم آرد معمولی میخوام شه. اوه شیت. خب بچه پنیر رنده که برای پاستا استفاده میکنم، پارمزان یا پارمژانو. خب اینه که یه هوا قدیمی تر از، یعنی بیشتر مونده نسبت به گرانا پادانو، برای همین گرون تر همیشه. الان پارمزان اینجا 5 یوروه، گرانا پادانو 3.29 یوروه. خب اینه هاش. آره دقیقاً اینه که من همیشه گرانا پادانو برمیدارم چون ترکشو حقیقتاً دروغ چرا خودم نمیفهمم. چون مثلا متیا همیشه پارمزان برمیداره چون که میگه که خب براش فرق میکنه. یه مدلش هم هست اگه میخوام مثلا تک بعدی درست بکنیم تو آلدی،
که از اینا داره و پودرش هم داره، ولی خب چون من پاستا زیاد درست میکنم به صرف میگیرم که رنده بکنم و آره این هم همچه بقل اونا بذارم. این هم که موزارلا هایی که واسه پیتزا استفاده میشه و شمیم ما برای این یعنی کل زندگیش اگر قرار باشه یه چیزی بکنه با همین این زنده میمونه. اینو حتی من امتحان بکنم. سوسیس پنیری خودمون توش پنیر داره خیلی عالی ده خواهی خورا گیرونه من این چسبه. مورد آخرمون هم شلاکزانه آلمانی همون خامه زده است، خیلی مهمه. بریم همون گوجه گیلاسی ها رو بردارم، گوجه گیلاسی خوشگلا رو، و کلش که میخوام همینه، یا حالا با نمک فلفل و روغن زیتون و این داستان ها تمام. ببینید من از این چی بکشم بیرون. بچه این توجه من رو واقعا خوش جلب کرد، هم قیمتا خفن بود هم رنگاش رو خفنی که زده که آلمانی میذارن این روش بمونه. اینه که عطرش وحشتناک توش سیف میمونه، ممکنه تو خونه اینا در بیاریم بوش میزنه بیرون. این هم برداریم و تمومیم برای بچه‌مون. برو بریم خونه، بریم منزل. خب دوباره بپرسم سانشاین رخش عزیزم کجایی؟ چه هوای جذابی امروز. رخشم رو پیدا کنم. اینه هایس هلو سانشاین. اندازیم خریدار این تو بچه برای این سوال شد براتون چقدر هزینه شد؟ شد درمان 9 یورو 8.5 یورو. و خب از این 8.5 یورو مثلا خود این الان 3 یورو بود دیگه، وگرنه از این خاصی نشد. خب جا بدیم درست حساب اینا. این گوشی من همه جون بچه اینا رو میبینی همه آرده، این آرده پس میده همه چی آردی شده. وای سر ویدیو پیتزا که اینجا رد شدم دیدین کفتر رو چه پرشی کردن. یه بار دیگه این سری از زاویه دوم شخص با هم رد شدن. حالا کفتر رو سلام ای کفترانه، چقدر خوشگل میدونم. بیا دوستان بیا. بچه حالا با دوچرخه اوچه با ماشین باید ببینی لامصبا تا زیر تایر تکون نمیخورن. خداحافظ کفاتر. خب بریم خونه. خرگوشو زبقش رد شیم. خرگوش بازیگوش. بازم یه توضیح بدم اینها داره میره میبینینش. سما خرگوشه درخته رو از دور دارم میبینم چقدر خوشگله. میبینی پکول مکولای بسه برم نزدیک. میخواستم رامون بری ها ولی دلم نایم گفتم ببین نزدیک ببینیمش. چقدر پشه تو هواه. یا اینا چی هم پشه از رفت تو درم. نه اینا پشمه. چیه اینا؟ فکر کنم مال همین درخته است. دماغ ممام میره با دیدید اصلا دیدید. برو برو بابا دومین بابا دارم تو این ویدیو میخورم زمین نکنم. باز اوکی شد. چقدر پشم رو هوا بود. پشم یا شد پنبه بود. مگه اصلا چه شد چه دوستان سلام علیکم. خیلی سری قبلی پرسیده بودید که چرا این روی گاوز درست کردی و اینا. حقیقتاً چون من جا ندارم اینجا. خب یعنی خودم دوست ندارم رو گاوز درست کنم، ولی تنها جایی که قشنگ فلت میتونم خمیر رو باز بکنم مثلا این دم و دستگاهمو در بیارم چون قراره الان خمیر بازی کنیم. روی گازه چون سطح تمیزیه و من خب تون تونم تمیز میکنم روی گازم. اینا که میبینی خط و خوشه، چیزی نیست، کثیفی نیست. بریم برای درست کردن پاستا. آقا آرد 2-0 داریم که این مرش الان سوراخ چیز میزنه بیرون. به ازای خیلی ویدیوهای مختلفی دیدم ولی منطقی ترینش و راحت ترینش که تو ذهن بمونه، به ازای هر 100 گرم آرد یه دونه تخم مرغ باید توش بزنیم. یعنی ما الان اینجا تخم مرغ 1, 2, 3, 4, 5, 6 تایی داریم، 6 تا تخم مرغ داریم. چون میخوام یه جور درست کنم که اگه شد بعدن هم فردا هم بتونم نگرش دارم و درستش کنم ببینم چه جوری میشه و تعداد منطقی درست کنم. یعنی 1 کیلو آرد فکر کنم اشتباه نکنم درست دارم میگم آشاب درست دارم میگم 1 کیلو آرد، یعنی نصف اینو بایستی با 5 تخم مرغ درست کنم.
پس نصف اینو میریزیم زمین. وای اگه خیلی میخواید حرفه‌ای باشید و اینا یه وزن کنید دیگه، ولی عمو شهاب میدونید که حالا پدر رو وزن میکنید بلد مزایی دونه درست کنید، مثلا در میاد در نمیاد. اولین پاستامون رو دیگه داریم با شما شیر میکنیم. این نصفشه، این نصفشه. خب موضوع مهم راجب باز کردنش اینه که شما باید یه دونه اینجا استخر درست کنید. شاید باورتون نشه بچه‌ها این چیزایی که میگم، شاید مسخره و خنده به نظر بیاد، ولی واقعا راهش این شکلیه. استخر مورد نظر رو که درست کردید، خب نمک یه پینچ، یعنی یه نشکون، اصلا زیاد نباید باشه. و بریم که تخم مرغ بندازیم کف استخرمون. قشنگ باز کنید که تخم مرغ اون وسط بعد شناو کنه. بعد آها نمیدونم، یه سری فقط با زرده درست میکنن، یه سری با زرده و سفیده درست میکنن، ولی اکثرا با زرده و سفیده با هم درست میکنن. واسه همین منم با زرده و سفیده با هم درست میکنم، چون زرده خالی احساس میکنم خیلی کمه واسه مثلا الان نیم کیلو آرد. بچه من به طور کلی پاستای ایتالیا خیلی عالی درست میکنم، خب ولی خب قبلا هم بهتون گفتم پاستای ایتالیا چون چیز خاصی توش نداره، یعنی یه پاستای ساده ایه، بازم میگم مذاق ایرانی بهش نمیخوره، ولی دقیقا این پیتزاهاشون انقدر ساده درست میکنن که شما تک تک طعم‌ها رو کامل ازش لذت ببری. بعد اصل طعم پاستا توی خود اون پاستای خود اون ماکارونی است. و الان کاری که ما اینجا داریم میکنیم، سعی میکنیم دیگه بهترین حالت ممکنه یه پاستا رو در بیاریم. باشه سخرمون داره پر میشه. شمیه اینجا رو نها کن، برو بردنه برام بخر. وای بچه شاید باورتون نشه، من یه همین چیزی گفتم شاید میری برام بردنه بخری و داره میره برام بردنه. ای خواهر عزیزم، ای عزیزتر از جان، ای سنگ صبور برادر، برو بردنه رو بخر دیگه بیا دیگه. بذار خواهم بهتون نشون بدم. سلام خواهم، خود برو جلو استخرم رو نگاه کنم، برو پایین بچه ها ببینند. چرا یکیشون منفجر شده؟ بیایی منتو کنیم، بیایی پایین تر بیایی پایین، بیایی پایین تر میری توی نره تو استخ. بیایی جلو، بیایی اینجا ها، اینجا سلام کن بچه ها. الان داری میری کجا؟ بردنه. خدا برد بخواب، برو بردنه بگی بچه ها. چون یه سری پاستا میکر هست دستگاه که اینجوری نمیم دیدید یا نه تو فیلم ها اینجوری، بعد که این خمیر درست شد میندازن اینجوری ورقش میکنه، بعد دوباره اون ورش میندازن اینجوری رندش میکنه. ولی ما یه دونه ویدیو دیدم که با بردنه درست میگه چقدر خوب شده بود، سعی میکنم اونجوری درستش کنم. خب آروم آروم اینا رو اینجوری فکر کنم اگه اشتباه نکنم اینجوری میختی کف حساب بچه واقعا ملات سیمان رو اینجوری درست میکنن. وای گن زدم. چقدر سخته. نه فرقم بود، در هر صورت همش باید با هم میکس بشه. خدافز خدافز بچه ها. برعکس خمیر پیتزا، خمیر پیتزا هم حتی باید خیلی هم بزنید، ولی اینو دیگه باید خودتون رو بیچاره کنید تو هم زدن. اگر دستگاه هم زن دارید که حتما برید سراغش، منم دارم و استفاده نمی کنم، نمیدونم چرا تقا بالا هم دارید استفاده کنید، من دارم و استفاده نمیدونم چرا، دلیلش هم خودم آموزش آشدادی باشه. باشه اگه دارید استفاده من استفاده خودم دارم استفاده نمی کنم، نمیدونم چرا، ولی اگه شما دارید استفاده کنم. بچه ها این دیگه سبک ویدیوی شهاب دیگه، بچه ها میشناسن شهاب دیگه. فکر کنم داریم درست میدونم جلو. بچه ها نه آبی نه روغنی هیچی. ببینید بچه ها با اینجای دست بگیرید اونجوری فشار بدید بره جلو. انقدر باید اینا با هم تو دل هم بتابن تا آخرش یه دست بشن و میشه، یعنی طول میکشه ولی میشه. بچه یه خورده تختم کثیف شد، ولی دقیقا اون چیزی که توی ویدیوهای خارجی میبینم، یعنی حقیقتا راضیه. بازه یه خورده رولش کنم
چیزایی که این روح هست رو جمع کنه. نگاش کنید. البته کماکان ورزش میدیم. الان باید ببندیمش توی کاور پلاستیکی بذاریمش یا پارچه یه خورده نم، نه خیلی، یه خورده نم را توش بذاریم. خب توی ویدیوهای مختلف تایمای مختلفی رو براش استفاده میکنن، یه سری میگن نیم ساعت، یه سری میگن یه ساعت. من میذارم بینش بمونه 45 دقیقه توی کاور پلاستیکی، اگه دارین روش بکشید که عالیه، اگرم که میخواید میتونید پارچه روش بکشید. حالا من میذارمش توی این پارچه خیلی قشنگ اینجوری. من الان چاقو میارم فرو میکنم تیشکم خودم، خونی خود میریزم، یه بلای به سر خودم میارم. چه کاری بکنی با خود؟ چه جاش دارم؟ آقای صحرایی مومن یاور برادر، چی آورده ای؟ وای ای یاور کانال برادر. باری کلا واقعا بردنه گیر آوردی. ماشالله 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 خوبم. ها دمت گرم دمت گرم. یه چالش هست تو تیک تاک، توش میگه که ترسناکترین فرهنگی که دارین توی فرهنگ اونجا که ازش میاید و بگید. و یه ایرانی باش ویدیو درست کرده و نوشته بود که هر کی اینو ببینه فکر کنه ما قاتلیم که توی همه مراسم‌های خوشحالیمون با چاقو می‌رقصیم و دست به دست چاقو رو می‌گیم. بعد ویدیوهاش باشه بود ملت چاقو گرفتن دستشون و اینجوری دارن مثلا مهمونی می‌رقصن و خارجی‌ها همه تو کامنت‌ها اینجوری بودن که شما قاتلین. این چه فرهنگ؟ من با خوشحالی این نفر بعدی قاتل بعدی قاتل بعدی دمت گرم. خب بریم باز کنیم ببینیم چه خبره. سلام سانشاین. خب بچه ها بریم ببینیم چه جوری هست. میتونیم درست سایت بازش بکنیم؟ از روغن زیتون هیچ وقت غافل نشید، مثلا برای حالا توی پیتزا هم خیلی بهتون گفتم برای باز کردن و اینجور چیزا خیلی روغن زیتون عالیه. مثلا این به دستتون بزنید که دستتون دیگه اونقدر چسبناک نباشه، یعنی به خمیر نچسبه، خیلی قشنگ میتونید کار بکنید. خب به نام خدا برو بریم. وای چه حالی میده باز بردنه باز کردن، اولین بار دارم این کارو میکنم، چه حس خوبی داره. بچه ها توی ویدیو هم میگفتش که، توی چند تا ویدیو که دیدم، برای اینکه بتونید به اون درجه اصلی مثلا تورتولینی، نه اسم دقیقه پاسش دقیقه اشتباه نگم بتونون، ولی به اون درجه برسید که بتونید اونجوری ماکارونی این شکلی این شکلی درست کنید، باید به درجه برسید که دستتون که بذارید پشتت، باید پشتش بتونید ببینید، یعنی قشنگ ترانسپرنت بشه، قشنگ شفاف بشه به قولی. روش به زمین نچسبه، امیدوارم داره یه هوا میچسبه و این خوب نیست، چون یه ذره بچسبه بقیه جاهاشم شروع میکنه آروم آروم چسبیدن. مثل همین فکر میکنم بایستی که یه هوا آرد رو بریزیم. نه زیاد که چیز بشه کار رو به هم بریزه، ولی آره یه هوا آرد رو بریزید دیگه اونجوری نمیچسبیم و راحت هم میتونیم بازش بکنیم. خب حالا این وری به بدون بردن تو چجوری میتونستم همچین کاری بکنم؟ وای چه حس باحالی داره، واقعا داره میشه، خودم تو شوکم که داره میشه. بچه ها دارید چی شده؟ اصلا یه خودم تو شوکم انقدر خوب داره باز میشه، خیلی بامزه است. کنم این وری هوا آردو میخواد چون دیگه داریم نازک میشیم، اگه یه ذره به چسب کار به هم میریزم. کاش
هیچکی صدای له شدن تو ویدیوام نیاد. چه صدایی بود چقدر صدای سمی بود. نه الان که دارم میبینم اگه بخوام به اون درجه که گفتم مثل پوست نازو بشه که بشه پشت شد دید، خیلی فکر کنم این نازو تر بکنم، حتی نمیدونم میدونم این چسب خیلی باحاله. پیتزا تو الان 20 باره باید بیچارم میکرد منو. حقیقتا یه موقعی بردنه میخواستم نداشتم، بطری استفاده میکردم، ولی خب خوبیش اینه که با بردنه اینجوری رول میتونی بکنی، اینجوری میچرخه، خیلی کار رو راحت میکنم. یه حرکتی بزنم که بتونم کار رو بکنم، بزنم اینجا رو باز میکنم، از اینجوری رو نازک میکنم، فکر کنم اینجوری چون نمیچسبن به هم، یه خورده آرد داره روش و کلا اصلا جنسش مثل میگم خمیر پیتزا نیستش که بچسب باشه، میشه اینجوری روش تا کرد. آها اینجا داره تا بچه اینجوری وای داره میشه، میبینید دستم و پشت دقیقا همینه. خب بچه دیگه فکر کنم خیلی خوب بازش کردم، حرکت بعدی رو داشته باشید این شکلیه. همین تایی که کردم رو باید خیلی مرتب تا کنیم، خیلی مرتب، دقیقا اینجوری ریز ریز تا میکنیم میایم جلو. تا اینجا دیگه صاف میاد، بعدش یه خورده اونجور که باید شاید صاف نمیشه، سن میبرمش قلبش هم از تو این درمه. حالا بستگی به ماکارونی داره، یعنی مثلا قطر انقدی هم وجود داره، نازک نازک هم هست. من این ماکارونی با این قطر انقدی که نمیدونم اسمش به ایتالیایی دقیقاً چیه، بچه‌هایی که تو ایتالیا زندگی می‌کنن لطفاً بنویسید رو اینجوری. بسید نشو باز کنم. اینجا رو ببینید. اینجا رو ببینید. بعد بازش می‌کنید ها. چیان فقط بچه‌ها ببینید. باید انقدر نازک بشه که اینا قشنگ پوستی بشه. فکر کنم آخرش یه دور اینجوری میذارم همه رو هم اینجوری نازکترش هم میکنم، ولی آره تا اینجا رو اومدیم بقیش هم بریم. شنیم جان بیا عزیزم به اکستنشن شدم سبزی خوش چقدر خوب شدن، نگاهشون کن واقعا پاستا شدن، جدی جدی الکی الکی نگاه. به به اینا رو میخوام یه میزانش کردم بچه، اینا باید خیلی بلند شدن مثلا اسمشون میکنم. خب بچه اینجا رو ببینید چه بساط بامزه شده، خیلی حس خوبی داره. حالا دوست دارم این بغل بتونم آویزونشون بکنم، سعیمون میکنم. حالا این برای وعده های بعدی پاستا. به به جذاب شد نه؟ خیلی. بچه ها بریم حرکت آخر رو بهتون یاد بدم، اون مورد دیگه که یاد گرفته بودم، اون یه تیکه که از سر و تش بریدم گذاشتم کنار رو بازش میکنم، دارم اینم درست یاد گرفته باشم اگر اوکی پیش بره. اینم بامزه است، یه دونه وسط میرمش بعد این شکلی این شکلی داره اینجوری میکنی پاستای پروانه‌ای میشن. اینا پاستای پروانه‌ای هم بهتون یاد دادم بچه ها، دیگه چی میخوای؟ اجونم خدای دمتون گرم که انقدر من رو به شوق میارید که کارهای جدید بکنم. خودم خیلی الان حس بامزه‌ای بهم داره دست میده. باریکلا شمیم چقدر قشنگ شدی، نمی دونی معلومه؟ آره نشون بچه بدم که درست کردی ها، نگاش کنی بزنیم شمیم دقیقا چجوری درست میکنم. آفرین آفرین دختر چقدر خوب شدون. خب بچه در اون گوشه تصویر آب گذاشتم جوش بیاد با نمک زیاد، یعنی مثلا دو قاشق نمک تو آب دادم. این من الان میخوام سسش رو آماده بکنم. ببینید چقدر ساده است ولی خب خیلی مهمه دیگه، اصل قضیه هم سسشه. روغن زیتون
به اندازه کافی بزنید، اصلا نگران نباشید. و اینم روغن چیلی زیتونه، یه خورده ازش بزنم که طعم بگیره غذا. بچه ها این گوجه ها من نمیدونم چجوریه انقدر بو میده، اصلا هر نکنه اینا رو بکنی دیگه بو اتکلم میده. وای خدای من، بشورمشون همینا یه ذره نصف میکنیم و میندازیم تو. بچه دقت کنید چقدر آروم آروم دارم پدرم، اما اولش یه خورده دماش زیاد بود، بذاریم آروم آروم قشنگ گوجه ها وا برن حسابی. و برنامه سرخ کردن نیست، میگم روغن زیتون اصلا برای سرخ کردن استفاده نمیشه اونقدر و به تو کلی کلا استفاده نشن بهتره، بیشتر برای طعم دادن به قضیه است. و خب گوجه باید توی روغن زیتونتون وا بره. نمک رو بهش اضافه میکنم. و فلفل سیاه طبق معمول که باید اضافه بشه همیشه به تای هر غذایی درست کنید، حساسیت نداری حتما فلفل سیاه بزنید. بچه بحث تندیش نیست، بحث عطرشه. عطر فلفل سیاه نمیشه اصلا با هیچی مقایسه کرد. خب اینا کم کم نرم شدن، کم بزنید که باز کن از هم، که باز هم نرم تر بشن، چون الان یه حرکت خیلی خفن میکنم بزنیم باش. اینا رو بلشون میکنیم میریم این بر معامله که این رفیقامون هست. ببین ببین چجوری میشه پاستا این تو. باید بگو کنم دوربینو. خب برو بریم. نام خدا حقیقتا خیلی شوق دارم، خیلی جذاب، خیلی حس جالبی داره. نسیم نسیم برو ببینیم پاستای شمس نشان چی در میاد از اون. میتونم نگاه کنیم بسه باحالی داره، پاستای خودم رو دارم میپزم. این سراغ این دوستمون که آره دیگه وقتشه که وارد بحث مهم بشیم و اون بحث مهم هم خام است. بچه ها اینجا رو خیلی دقت بکنید که تغییر رنگی که الان اینجا ایجاد میشه، یکی از رنگهای محبوب منه توی غذاها، یکی از رنگهای وحشتناک اشتها آور. حاضرید؟ برو بریم. یه خوشگلیه، اصلا خیلی دوست دارم من این رنگو. خب حالا این و قول بخوره تا یه خورده قوام مبام بگیره، یه خورده قوام مبام که گرفت یه خورده قول که خورد از آب پاستا و بهش اضافه بکنیم. وضعیت پاستا چیه؟ وضعیت پاستا هم که اصلا نگم براتون، وای خیلی حس عجیبی داره. این که خودتون درست کنید خیلی نازک‌تر از من بکنید. اون اولش که داشتم رولش میکردم یه خورده توپولی شدن میبینید، به خاطر اینکه به اندازه کافی نازک نازک نکردم، قشنگ پوستی نازکش کنید و بعد ببریدش. این پشتم اونا رو گذاشتم چون اونا میخواستم خوش بشه، واقعا شاید ماکارونی بشه. مامانم اینا میاد بهش برای مامان اینا درست کنه. خب بچه‌ها ولی به اندازه کافی به نظرم پخته، خاموشش میکنم. اینا رو ببینید وضعیت چجوریه. وضعیت این برمون هم آماده ایم تقریبا، یک کم نه خیلی، یک کم آب پاستا اضافه میکنیم چون پاستا خودش به قولی نشاسته داره، باعث میشه که اون به قولی اون داستانه که آرد داره، شما این موقع که میخوایی چیزی قوام بدید توش مثلا آرد میزنه همیشه قوام میگیره، و اون آردی که توی پاستا بوده باعث میشه که یه قوام قشنگتری بگیره سوسمون. خب بچه ها بریم پاستا رو بهش اضافه کنیم. به 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 نازم
سر از قصد یه خورم زودتر برداشتم که چون میدونستم این خوره اینجور خیس میخواد بشه بایدیستیم که یه خورم اینجا جا بیافته. خب این برای پاستا این بهتری روش هم زدنه چون هرچی زیره میاد قشنگ رو زیر رو میشه. اینجا وضعیت خوبه. بهش مرحله آخر آخر آخره چی اضافه میکنیم؟ پنیر عزیز پارمزان و یا گرانا پادانامونو بیریم به قضیه اضافه کنیم. من رنده معمولی اینجور دارم و رنده معمولی استفاده میکنم ولی رنده پاستا هم باید بگیرم چون خیلی پاستا میکنیم خیلی رنده پاستا متفاوت تره و قشنگ تر میشه. شایمی آماده ای برای یه غذای جزا؟ عالی عالی. بریم برای پنیر پارمزان رو روش رنده کردن یه هوا. حالا بعد که سرو هم میشه بعد که سرو هم میشه نه یا نه یا سپرایز قراره بشه. میخوام سپرایزت کنم اینجا بچه ها سپرایزت هم ببینم. ای پاستا وای خدای من وای پروردگار عالم آماده این بچه تقریبا آماده این شاید بشین بشین نبین میخوام نبینی دیگه. خب بچه ها من آمادم شمیم بیا چشم خودم بیا بیا اصلی شده بیا اصلی 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 نه معلوم اینجا آره معلوم. خب حاضرین؟ بله بله. یک دو سه بهترین حالت پاستا خواهر عزیزم نمیگه یا با چنگال طلا اولین تستشو بزنیم چه تمیم خودم هنوز تستش نکردم کامل یعنی تو باید بگی برو خوبه؟ خیلی حس خفنی داره که پاستاش هم خودمون درست کردیم. اصلا باورم نمیشه چون واقعا راستش بخوای فکر میکردم که قراره خوب باشه. اصلا قشنگی نیفته. باورم نمیشه. بچا غیر دهن آب میشه. غیر قابل باور پاستاش خفن شده. قشنگ گاز گازیش میشه که دیدی یه مثلا تو دهن آب میشه. چه وای 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 واقعا جذاب شده. نفرم از این ببر فقط پاستای بخوام که خونه باش بشم چند خفن به صرف داره در سر داره ولی واقعا چون واقعا تمش تمی گرونترین پاستاییه که بری بخری. بچه یعنی این پاستا خب نمیتونید هیچ جوره هیچ جای هیچ جا پیدا نمیشه همچین چیزی. خوشمزه است. واقعا نمیشه پشمام میگه واقعا واقعا دیر من همه شد همین تو دو دقیقه بخور بخور داری منم دارم من خواهم میکشم. خیلی جذاب شده. بعد بچه ببینید رنگ سوسو ببینید چه یه سوس خیلی دیدید هیچ چیز اضافی نداشت ساده یه ساده است. بچه ها گفتیم پاستا توی نوع پاستا چقدر تو طعم غذا تاثیر داره. آره. ما فکر می‌کنیم همش یه چیزه. هر مارکی باشه، هر قیافه ما همه‌شو میگیم اون چیزی که قاطی می‌کنی تعیین کننده. در صورتی که تعیین کننده اون پاستا دقیقاً یه ایتالیایی واقعی یعنی خود ایتالیایی‌ها خدا تومن پول فقط خود پاستا رو میدن بعد توش گوجه و همین عین نمک و آب همین پاستای خیلی خوب رو خالی تو آب نمک بذارید میتونید بهش بخورید انقدر خوشمزه است. حرفی واسه گفتن ندارم موشه جونت. بچه دمتون گرم که با اون همراه بودید. این یکی از خفن ترین چیزایی بود خودم پخته بودم و الان
خودم تو شوکم انقدر بهم چسبید. حتما درست بکنید. یعنی من هر چی درست کردم تا الان ناشیانه بوده، ولی این یه دونه واقعا متفاوت بود. من تو شوکم. خیلی متفاوت بود. چون اینجوری عین مسخره بازی از این در اون ور آویزون میکنه، اینجوری میگم چیکار؟ اصلا توقع نداشتم. من و شهاب همه پاستاهای مغازه‌های آلمان امتحان کردیم چون پاستا خیلی دوست داریم. همه رو یه دور خریدیم و خوردیم. هیچ کدومشون این طعمو نمیده. آره. حتما درست کنید، حتما حتما لایکیاتون نره بکنید. این یه دونه رو هر چه لایک نکنه این یه دونه رو لایک بکنید، خیلی خوبه جاتون کلی خالی. حتما نظر و ایده‌ای دارید راجع به یک غذایی که مثلا غذای ایتالیایی یا غذای خود غذای ایرانیمون که میشه توش عمیق شد، بهم پیام بدید، کامنت بذارید که حتما درستش کنم تا ویدیوی بعدی، تا برم بخورمش. خدافظ.